شما دوستان عزیز، امروز با یک آموزش فینگرفود دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. در ابتدای کار یک عدد پیاز داریم که اون رو نگینی خورد میکنیم و در تابه با کمی روغن کاملا پیاز رو تفت میدیم و سرخ میکنیم. مرتب پیاز رو توی تابه با قاشق چوبی هم میزنیم که کاملا پیاز یک دست و یک نواخت سرخ بشه. پیازمون اینجا دیگه کاملا داره رنگش طلایی میشه. وقتی که پیازمون کاملا سرخ شد و طلایی شد، اون رو روی یک دستمال حوله‌ای یا دستمال کاغذی می‌ریزیم و تا کاملا روغن اضافه اون گرفته بشه. در اینجا بادمجون‌ها رو من پوست گرفتم و نگینی خرد کردم. کمی نمک روی بادمجون‌ها ریختم که زهرش گرفته بشه و سپس داخل تابه با کمی روغن بادمجون‌ها رو تفت میدیم. مرتب به هم میزنیم که کاملا همه جای بادمجون یک دست و یک نواخت سرخ بشه. وقتی که کاملا سرخ شد و تفت داده شد، بادمجون ها رو روی یک دستمال کاغذی پهن میکنیم، میریزیم تا کاملا روغن اضافه بادمجون گرفته بشه. خب در اینجا هویج ها رو که نگینی خرد کردیم توی تابه با کمی روغن اونها رو تفت میدیم و اجازه میدیم که کمی تغییر رنگ پیدا کنه و نرم بشه. کاملا هویج ها رو با یک قاشق چوبی یا لیستک مخلوط میکنیم و روی گاز هم میزنیم. کمی نمک هم بهش اضافه میکنیم و اونها رو مزه دار میکنیم و مجددا تفت میدیم. یه مقدار که سرخ شد، اونها رو روی یک دستمال حوله‌ای کاغذی پهن میکنیم تا روغن اضافه اون گرفته بشه. خب حالا در اینجا بادمجون هایی که حلقه کردیم رو هم تفت میدیم و میگذاریم تا کاملا دوباره بادمجون ها سرخ بشه، ولی خیلی سرخش میکنیم که از حالت خودش بیرون بیاد و سرخ فرمه بشه. مقدار که سرخ شد کافی هست و اون رو زیر رو میکنیم تا دو طرف کاملا بادمجون سرخ بشه. خب بادمجونمون که سرخ شد رو روی پاته حوله‌ای قرار میدیم و تا کاملا روغنشون گرفته بشه. در آخر کار توی روغنی که داشتیم فلفل دلمه‌ای رو هم تفت میدیم. به این دلیل میذاریم آخر کار، چون که نمیخوایم طعم فلفل دلمه‌ای به چیزای دیگه‌مون غالب بشه. خب کمی که تفت خورد اونها رو هم کنار میذاریم و روی دستمال می‌ریزیم تا روغن اضافه اون گرفته بشه. در اینجا سیر خرد شده را کمی با روغن تفت می‌دیم و مرغ پخته شده ماکعبی خرد شده‌مون رو هم بهش اضافه می‌کنیم و همزمان با سیر اونها رو تفت می‌دیم. نمک و فلفل و پودر پاپریکا رو بهش اضافه می‌کنیم و مجدداً روی اجاق اونها رو کاملاً تفت می‌دیم. سبزی معطر خرد شده رو هم که داشتیم به این مواد اضافه کرده و حدود 2-3 دقیقه کل مواد رو با هم تفت میدیم. در اینجا میبینیم که کاملا همه مواد رنگ رنگی اینجا هویج سرخ کرده رو داریم، بادمجون سرخ کرده، پیاز داغ و مواد مرغ مرینت شده و تفت داده شده مونم اینجا داریم. خب گردوی نگینی شده مون رو هم به موادمون اضافه میکنیم
کل مواد رو با هم مخلوط میکنیم. اصلا بوی عصرش رو بلده است. خب ماست موسیقی که داشتیم رو هم به موادمون حدود دو قاشق اضافه میکنیم تا کاملا مواد با هم منسجم و یک دست داشته شد. من برای خوشمزه تر شدنش یک قاشق قرمز به این مواد من اضافه میکنم و کاملا مواد رو با هم مخلوط و یک دست میکنم. خب در اینجا کاسه نسبتاً گودی رو انتخاب میکنیم و با بروز کف کاسه رو با روغن چرب میکنیم یا با آب اون رو خیس میکنیم. کیسه نایلون یا سفلون رو کف کاسه پهن میکنیم و کاملا دیواره ها رو با نایلون میپوشونیم. بادمجون هایی رو هم که داشتیم از قبل سرخ کردیم رو داخل کاسه کف کاسه به دیواره ها میچسبونیم و اونها رو به طور منظم قرار میدیم. دقت داشته باشین که بادمجون ها روی هم نیان و کاملا جدا از هم کنار هم اونها رو بچینیم. خب از مواد دیپمون که آماده کردیم روی اونها میریزیم و کاملا کاسه رو با اون پر میکنیم و با قاشق کاملا اون رو منسجم و یک دست میکنیم که کاملا مواد دیپ توی کاسه منسجم بشه. خب وقتی که فیکس کردیم مواد رو، اضافات نایلون رو روی اون میکشیم و به مدت 1-2 ساعت توی یخچال قرار میدیم تا دیپ ما آماده بشه. دوستان عزیز لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی کنید و برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک کنید و زنگوله رو فشار بدید که همیشه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. امیدوارم که از این آموزش لذت ببرید.